گوشت و نان قسی و صف مرغ. رسالت 12 اسفند در گزارشی به گرانی سرسام و بر و تورم 50% اعتراف کرده و نوشت: تورم اکنون به جایی رسیده که عده‌ای قدرت خرید یک نان کامل را ندارند و کارت ملی خود را گرو می‌گذارند. در چنین موقعیتی مرغ و تخم مرغ کالای لاکچری محسوب می‌شود و کسانی که توانایی خرید مرغ یا گوشت را دارند بعضاً برای تهیه آن با قیمت پایین‌تر مجبور به ایستادن در صف‌های عمدتاً طولانی هستند. این روزنامه در پایان مطلب خود جدولی منتشر کرده که نشان می‌دهد مواد غذایی پایه نسبت به سال گذشته بیش از 2 برابر گران شده است. و سایت آفتاب روز 13 اسفند از گرانی و تشکیل صف‌های طولانی برای خرید کالا و حتی خرید قسطی گوشت خبر داد. از آشفتگی بازار مرغ و تخم مرغ که بگذریم، به گرانی قیمت گوشت می‌رسیم. گرانی که به رغم فراوانی دام سبک و سنگین در هفته‌های پایانی اسفند ماه اتفاق افتاده و خانواده‌ها برای خرید گوشت مورد نیازشان با مشکل مواجه شدند، به طوری که برخی از قصابی‌ها با نصب پلاکارد در مقابل مغازه‌شان به فروش گوشت به صورت قسطی با چک معتبر روی آورده‌اند و عکس این فروشگاه‌ها نیز در فضای مجازی همچنان در حال انتشار است. این گرانی‌ها که مردم را وادار کرده تا در این شرایط کرونایی در صف‌های طولانی بایستند و یا اینکه نان را قسطی بخرند، نتیجه دزدی‌های 42 ساله این حاکمیت است. افزایش اعتراضات اقشار مختلف مردم در این روزها هم آن روی سکه همین بنای فاسد است. اعتراضاتی که نشان از شرایط انفجاری جامعه دارد.